ملت عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستید دلتون شاد باشه و خنده به لبهاتون باشه. عزیزان واقعا دوست دارم که ایرانی من سربلند و سرافراز باشه در هر جای دنیا که زندگی میکنین، زندگی به کامتون باشه. وقتی دیگر اومدیم خدمت شما عزیزان و در خانه گرم شما عزیزان اومدیم در حضور شما به کارگردانی آقای یاسر عزیزم، امیدوارم که ما را به خانه های پرگرم شما بپذیرید. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقت که به من دادی قدوس. از تو می طلبم در نام پرجلال عیسی مسیح، هر چیزی که از زبانم بیرون میاد خداوند نام تو رو جلال بده. خداوند کنترل کننده و حمایت کننده برنامه من باش. خداوند رهبریت برنامه من در دستای خودت بگیر ای قدوس. بذار هر کلامی که از تو میگم ای خداوند بر قلبا بشینه و تو آبیاری بکنی تا مردم نجات پیدا بکنن و شخصیتاشون عوض بشه. ای خداوند شکرت میکنم، به قدرت نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان، شمالیان شما چطوری؟ ما را خوبین؟ خوش گذرنه؟ امیدوارم که خوش بگذره به شما، روز شب خوبی با در این وره بره، بارون بالاخره هوا ملسه با قول زاکون، خیلی عالیه، واقعا خوش گذرنه، خوش بگذره به شما. برحال عزیزان ببخشید، این سرماخوردگی ما رو ول نمی کنه عزیزان من، نمیدونم چی شده. ببخشید. خب بذار شعر ما رو هم بخونیم عزیزان، بیام خدمت شما شعر ما رو هم بخونیم. میگه چهرم از دیدن روی مسیح زنده شده، چون که با فیض مسیح زندگیم از سر نو زاده شده. منجیم بین دو عالم بر زمین تابنده شده، همه جا عطر مسیح در دلا آکنده شده. مسیح در روی صلیب از پدر آزرده شده، اما با ریختن خونش یک جهان زنده شده. حال دیگر دل ما با مسیح شاد شده، چون که نام مسیح در دلهای شما باز شده. با نام مسیح در این دو عالم معجزه باز شده، در نام مسیح همه عالم با معجزه یاد شده. با نام مسیح در این دو عالم معجزه باز شده، در نام مسیح همه عالم با معجزه یاد شده. دریاب که عیسی مسیح برای ما کشته شده، باز دریاب که عیسی مسیح برای ما مرده شده و زنده شده. جلال بر نام عیسی مسیح خداوند. ببخشید عزیزان، سرما خوردگی ما هنوزم خوب نشده، ببخشید. میگم که جسم ما محدود به این جهان، به خاطر اینکه ببین سرما میخوری یک لحظه میخوای یه ذره صحبت بکنی یه سرفه میکنی، جسم ما محدود. عزیزان دریابید روی شما رو که تا ابد در بایستی با خداوند زندگی بکنه. این جسم محدود ارزش نداره که آدم در این دنیا بخواد سر مردم کلا بذاره، نمیدونم برای یه مقام قضایی بتونه همه رو از بین ببره به خاطر اینکه خودش بیاد بالا، یا نمیدونم برای اینکه 2000 بیشتر به من برسه سر چهار نفر کلا بذارم که 2000 بیشتر به من برسه. تازه چیزم دیروزم اعلام کردن که اونایی که با ویزای ویزای بیزنسی می اومدن اینجا، اونم میسی که آمریکا اونم درشو بسته دیگه، کسی با ویزای بیزنس نمیتونه بیاد اینجا ویزا بگیره، چون اینقدر این آخونزاده ها، اینقدر این
سران حکومت بچه هاشون فرستادن اینجا، رفتن توی سایداشون، توی نمیدونم مثل من مثلا فیسبوک دارن، نمیدونم هزار تا سایت دارن، رفتن تو اون سایت دیدن هم از قاسم سلیمانی زیاد تعریف میکنن، هم ضد آمریکا مینویسن. خب بابا تو که توی امریکا هستی، از ایران فرار کردی، حالا پدرت حالا دوز بود، حالا هرچی بود، اومدی حالا تو رو فرستاد اینجا، اینجا دیگه چرا این کاری میکنی شما؟ خب اینم مجبور میشه شما رو دیپورت بکنه، اینم مجبور میشه یکی یکی رو پیدا بکنه بندازه بیرون. این برای ملت ایران خوبه اتفاقا، این هایی که اونجا پدرانشون هستن، مثلا سران سپاه هستن، داد و فریاد میکنن ما امریکا رو به زانو در میاریم، ما امریکا رو نمیدونم مردم این دولت امریکا رو میکشیم، ترامپ رو نمیدونم نابود میکنیم، بعدم فرزندشون رو میبرسن اینجا. مثلا آقای سلامی پسرش توی امریکا زندگی میکنه، میگن طلا فروشی داره، در اینجا بیزنس میکنه. بعد آقای سلامی مثلا اونجا فرمانده سپاس یا ارتش نمیدونم، فرمانده سپاس میکنم، اونجا چی میگه؟ اونجا داره بر علیه آمریکا. اگه آمریکا بده، چرا فرزند تو فرستادی تو امریکا زندگی بکنه؟ یا آقای ظریف فرزندش تو امریکا بود یا هست هنوزم، یا آقای رئیس جمهور روحانی فرزندش تو امریکا بود الان رفته انگلیس زندگی میکنه. اگه ایران خوبه، خب شما چرا اونجا زندگی فرزندانتون نمیذارین همونجا زندگی بکنن؟ چرا فرزندانتون میذارین برن امریکا زندگی بکنن؟ امریکا که امپریالیسم به قول شما جانخاره، ای برای زندگی اینجا خوبه نه؟ چرا ما نمیتونیم ایران ما رو از امریکا بهتر بکنیم؟ پول نداره؟ داره. ثروتهای خدادادی نداره؟ داره. مخای خوب نداره؟ باسواد نداره؟ داره. تا دلت بخواد جوانای ما باسوادن، تا دلت بخواد جوانای ما کاردانن، نداره اینا رو؟ خب ما میتونیم از امریکا بالاتر باشیم. اونجا پول مردم میدوزیم، بچه هاتون میفرستیم توی کشورهای دیگر که عشق بکنن برای خوشون، برن تحصیل بکنن، بعدم اون دانشجوی بدبختی که اونجا هست هیچ نمیرسین اونو، بلکه اگر اعتراض هم بکنه با گلوله جواب میدین. شما فقط در فکر اینین که یک سری خودتون، باور بکنید این سری خودتون هم 1000 نفر، 2000 نفر یا 5000 نفر هم، بیشتر از اینام نیستن که سران این حکومتن که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن. همین 500 نفر، 1000 نفر دارن ایران میچاپن، بعدن اون سری بعدی پایین پایین دستی هاشون هم بالاخره یه پولای میدوزن که تا گیر ندن به بالایی ها. ملت هم اسیر دست شما شده، 40 سال گذشته، الان 41 سال داره میشه، اسیر دست شما. انسان نماها که میگیم ما انسانیم ولی شعور حیوان هم نداریم، اسیر دست شما حکومت مردانی شده که مثل هیتلر، مثل سران هیتلر اون موقع چجوری جنایت میکردن، شما مثل اونا. قاسم سلیمانی این همه مردم ایران رو کشت، بعد منطقه رو با آشوب کشید، یه نفر مرد گفتین قاسم سلیمانی، بعدم میگین که رای قاسم سلیمانی بهترین راست برای آینده ایران. رای قاسم سلیمانی چی بود؟ ترور و تروریسم پرور، کارش ترور تو منطقه بود که ترور منیج بکنه توی لبنان و توی فلسطین و تو عراق و فلان مردم بکشه و ملت ایران اسیر بکنه. سیل زدگان الان اونجا سیل زده، کسی به دادشون نمیرسه. این همه بدبختی و بیچارگی در ایران، در کرمانشاه 2 سال پیش زلزله اومد، هنوزم هیچی درست نشده. بعدن شما اعلام میکنین که ما در لبنان یا آره لبنان یا نه سوریه، اونایی که خراب شده ما، من نمیدونم کلی بودجه میدیم اونجا آموزش پرورش رو درست بکنن. اینجا زلزله زده داریم ما تو ایران،
سل زده داریم، یک دلار به اونا کمک نمیکنین، یه دوزاری به اونا کمک نمیکنین، نمیرین نمیگین حالتون چطوره، اگرم میرین نمایشی میرین، فقط خودتون نشون بدین. بعدم میخواین برای آموزش پرورش همین ایران که مر تحصیلات میخوام بکنم بچه ها توی سیستان و بلوچستان و دیگه نمیدونم کجا در جای معروم حتی کلاس درس نیست، شما میخواین توی کشور دیگر، میگیم بودجه نداریم برن تو کشور دیگه، میخواین برین براشون آموزش پرورش بزنین. آقا شما چی انسانایی هستین؟ انسان که شما رو نمیشه گفت، انسان نمایی که برای ملت و مملکت خودت نمیخوای کار بکنی ولی برای غریبه دل میسوزونی. این اون خامنه ای جنایتکار که چی میگه؟ این آدم واقعا دلش درد میگیره. تو برای سیلزدگان پاکستان گریه و زاری میکنی، داد میکنی، بعدا سیلزدگانی که همسایه تو ایرانی هستن، همسایه پاکستان هستن، سیستان و بلوچستان، دل نمیسوزونی؟ چون برای اینکه شما آدمای غریبه هستین، شما آدمایی هستین که ایران تصرف کردین و نابودی ایران میخواین. ما ملت ایران، گفتم اون دفعه، مقصر ما خودمونیم که شما رو بها میدیم به شما، هندوونه زیر بغلتون میذاریم، حلوا حلواتون میکنیم. مقصر اصلی خود ملت ایرانن. وقتی یه آخوندی میاد توی مسجد داره چیزهای چرتپرت داره میگه، یاد میده به مردم، حرفهای میزنه نامربوط، اصلا چیزهایی که اصلا یه بچه هم چیزی حرفهایی نمیزنه، یه حرفهای هچل هفتی میزنه، بلغور میکنه، وقتی اونو ما باهام میدیم همون میشه که بزنن تو سر ما. یه نفر پا نمیشه بگه آقا مردی حسابی اینجا چی چرتپرت داری میگی؟ اگه قرار حرف بزنی خب برو از خدا حرف بزن اونجا. اگه خودت معلم دینی میدونی برو از خدا حرف بزن. کارشناس همه چی شدن، نمیدونم اگه نمیدونم جهنم کسی میخواد بره، زبون جهنم مثلا فارسیه، زبون بهشت عربیه. از این چرت پرتایی که همش میگن، نمیدونم زن، نمیدونم موهاش میاد بیرون، تمام بلایا میاد، نمیدونم تو ایران میفته. از این حرفایی که میزنه که واقعا شما اگه ترجمه بکنین برای آمریکایی‌ها یا برای اروپایی‌ها خندشون در میاد. اصلا میگه چی حرف داره میزنه؟ باز میگم ما ملت باید اینقدر هوشیار باشیم. اولین چیز اینه که ما ملت دست به دست هم بذاریم، اینقدر محبت بکنیم با هم، اینقدر با هم عشق ببرزیم، اتحاد به خرج بدیم تا بتونیم اینا رو از جاهاشون بکشیم پایین. ما ملت الان به همدیگر غریبه شدیم، ما جنگ داریم با همدیگر. بدبختی ما ملت ایران اینه که پاچه همدیگری میگیریم، این گرفتاری داره. مثلا من ببینم یه هموطن من در کشور غریبه اگه داری میره بالا، عوضی که شغل داشته باشم، عوضی که افتخار بکنم که هموطن من داره تو این کشور غریبه رفته بالا، حسادت میکنم، یه جوری میخوام اونو خورد بکنم. چه از نظر بیزنس داره میره بالا، چه از نظر تکنولوژی میره بالا. امروز مثلا یه دختر ایرانی که سال 57 مادرش اومدن بیرون داره میره ناسا درس خونده، به کره ما داره میره، با ناسا است. به هر حال اینا افتخاری که یک ایرانی در ناسا است. نادری در ناسا بود، خیلی آدم ها در ناسا هستن، اینا افتخارن، اینا برای ایرانن، اینا همه سرمایه های ایرانن. از کوچکش، از پایینش بگیرین تا بالا، همه سرمایه های ایرانن. ورزشکاره رو شما هیچ، اصلا هیچ میشمورین اونا رو، اونا میرن جای دیگه با پرچمهای دیگر میرن. اینا اروپایی ها، امریکایی ها از خداشونه که این مخا بیان بیرون اینا رو بگیرن، یا این ورزشکارای نخبه بیان بیرون. سری دیدی که اون دختره اومد بیرون با پرچم آلمان، سری این فرستادن المپیک بدونه که مسابقه، برای اینکه میدونه مدال آوره، افتخار میاره برای کشورش.
ما اینقدر مردم به ایرانیایی که اینقدر باسوادن ارزش قائلن، بیگانگان، بعد خودی ایرانی تو سر ایرانی دیگه میزنه. چشم نداریم هم دیگه رو ببینیم، بعد میگیم که میخوایم که ایران ما درست بشه. چجوری ایران ما باید درست بشه؟ باید یه ذره خودم فروتن باشم، در ایران هستم، یه ذره به هموطن من عشق ببرزم، یک ذره با اونا دوست باشم، کمک و حال اونا باشم. من میخوام امروز، از امروز میدونی که دوشنبه چه خبر از ایران داریم، که شما عزیزان برای ما زنگ بزنین بگین چه خبر از ایران. بعض موقع تلفن ما هم خراب نمیگیره، بعض موقع نمیدونم چرا، ولی تلفن ما الان بازه، میتونین تلفن بزنین. البته دوشنبه چه خبر از ایرانه که میخوایم شما زنگ بزنین به ما خبر بدین چه خبره. امروز درس ما از کلام خداوند که از متی 18 براتون میخونم، که میگیم مانند بچه ها ساده دل باشید. میگی با هم دوستی بکنیم، فروتن باشین در مقابل هم دیگر، یه ذره با هم عشق ببرزین، یه ذره دوستی بکنین. ببین تا ما ملت ایران با هم متحد نشیم و دوستدار همدیگر نشیم، یا نمیتونیم این حکومت جنایتکار بیندازیم بیرون. نه یک سری دانشجو، یک سری جوون میان بیرون، بدبختار میگیرن میزنن، هیچی به هیچی، همه نشستن یا تماشاگرن یا بیرون خونه نیستن. اینجوری نمیشه، باید دست به دست هم، زنجیروار دست به دست هم باید بزنیم تا این آدمای جنایتکار بیندازیم. ببین یک گرگ وحشی وقتی بهت حمله میکنه، اگه تنها باشی، دو نفر باشی، تو رو تیکه پاره میکنه، ولی اگه ده نفر زنجیر بار دست به دست هم بدی، اون گرگ فرار میکنه، یا میتونید مقابل اون گرگ وایسی. من همیشه از هموطنم دور باشم، از چشم دیدن هموطنم رو نداشته باشم، چشم همسایه من نداشته باشم، میخوام چشم همسایه رو کور بکنم، یا همسایه نگاه بکنم همسایه من چجوری راه میره، همون جوری برم. اگرم نداشته باشم یه جوری بکنم که غرض و قول بکنم که میسون بشم. نه بابا، چه غرض و قول بکنم که چی؟ این دنیا چه ارزشی داره من بخوام چشم اون پول داره نوش جونش؟ اگه از راه حلال در آورده نوش جونش، اگه از راه حرام در آورده، دزدی در آورده، اونم طبیعت میزنه تو سرش، خدا میزنه تو سرش، میفهمه بعد چیه. مرد تلویزیون فاکس نیوز یا تلویزیون های خارجی دارن از سیل و از نمیدونم بدبختی های ایران میگن، ولی تلویزیون های ما اونجا نشستن حرفای میزنن که اصلا نت طرفداری از اونا میکنن. ملت ایران خودشون بعضیا خودجوش دارن به سیستان و بلوچستان مثلا کمک میکنن، دولت که از هر طرف ورشکسته داره میشه، فقط میخواد پول شما رو یه جور بیار بیرون. مثلا تو بانکین بهتون میگه آقا بورس بخرین، نمیدونم برین اوراق قرضه میذارین بیرون بخرین، میخوان پولای شما رو یه جوری از دست شما بگیرن. بالاخره دولتی داریم که یه نوع کلک میخواد بزنه که پول از دست شما در بیاره، فعلا نمیتونه پول حقوق مردم بده، یه جوری به پیش بره. مثلا پتروشیمی همه اعتراض کردن، اعتصاب کردن، حقوقشون رو نگرفتن. خب پولی نداره به اینا بده که. همشون همینجوری اعتصابات شروع داره میشه. خدا رو شکر اعتصابات اگه شروع بشه، این رژیم هیواش هیواش برای خودش نابود میشه، به ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد، اون موقعی هست که شما جلو بیفتین، بگیرین گلوشون رو بیندازین پایین، راحت بکنین خودتون. هیچی بهتر از این چیزا نیست.
میگه همون لحظه شاگردان نزد عیسی آمده پرسیدن که کدام یک در ملکوت خدا مقام بزرگتری خواهند داشت. شاگردان اون موقع که با عیسی مسیح صحبت میکردن همیشه میخواستن ببینن که کدومشون بهتره و مقام بیشتری داره در مقابل خدا. نه، عیسی مسیح تعلیم میداد اگه تعلیماتشو قبول داشته باشی و تعلیماتشو انجام بدی دیگه نمیخوای بالاتر از اون رفیقت باشی یا بالاتر از او یکی باشی. اما من به عیسی مسیح بیشتر نزدیک بیزار بشم که مثلا برم که اون مقام بالا. نه، از نظر خدا همه ما یکی هستیم. اگر راه درست بریم همه در نظر خدا یکیم و پیش خدا عزیزیم، اینی که بچه هایی که بزر برای پدر مادر عزیزن. اون یکی بچه نمیگه بیزار من یه لوسبازی در بیارم یه پدر مادرم بیشتر چیز بکنم که مقام من بیشتر باشه. نه، پدر مادر همه رو دوست داره، همه بچه هاشو دوست داره. ولی ما چون انسانیم میخوام همیشه این فکر بکنیم که یک کاری بکنیم که از اون یکی مقام ما بالاتر باشه. در هر جا هستیم، چی در کار، چی در خانه باشیم، چی در مقام باشیم، یا چی در مقام میخوایم آسمان بریم. حتی شاگردای مسیح هم همینجور حرف میزدن. عیسی طفل کوچکی را صدا زد و او را به میان شاگردان آورد. یک طفل گرفت، ده ساله 8 ساله آورد و بچه ها نشون بده و اینا درس بده که می گفتن کی بزرگتر از او یکیه، کی پیش خداوند بیشتر مقام داره. یاسر جان میخوای یه سرود گوش بدیم بعدم برگردم من درس رو شروع بکنم؟ عظیم است ندانم بدون تو حیات چه بود ای خداوندم. خواندی مرا فرزند خود، کنی هر روز محبتم، نکنی ترک خداوندم، چون تو پدر من هستی. عزیز ایران، با درود شما عزیزانی که در هر جای دنیا ما رو میبینین، به نشستین پای تلویزیون، به چاییتونم براست و دارین از کلام شیرین خداوند گوش میدین. هنوز شروع نکردم کلام خداوند و فقط یک خطشو خوندم. از متی 18 عیسی مسیح میگه مانند بچه ها ساده دل باشید. میگه
همون لحظه که شاگردان نزد عیسی آمده پرسیدن که کدام یک در ملکوت خدا مقام بزرگتری خواهند داشت. همیشه میگم ما ایرانیان اصلا، ما ملت اصلا، ما مردم انسان ها همیشه میخوایم که بفهمیم که مقام، من مثلا دارم در یه جا کار میکنم، ببینم مثلا صاحب کارم بیشتر از من راضیه، من مقام بالاتر از همه اونا دارم، یا در هر جایی که کار میکنم میخوام همش بفهمم که ببینم من مقامم بالاتره، که مثلا اونجا کار میکنم تو اداره رئیس اداره از من راضیه که من بگه او مثلا شاپور بهتر از همه ایناست. همیشه انسان اینجور کنجکاوه که بفهمه که خودش بالاتره. عیسی مسیح میگه یک بچه، عیسی طفل کوچکی را صدا زد و او را به میان شاگردان آورد تا به اینا درس بده که بابا مثل این شاگردان باید باشی، مثل این بچه ها باید باشی، ساده دل باشین، بین مردم باید فروتن باشین. میگه گفت تا از گناهانتان دست نکشید به سوی خدا باز نگردید و مانند بچه ها کوچک نشوید، هرگز نخواهید توانست وارد ملکوت خدا گردید. میگه وقتی میاید بخوای ملکوت خدا رو بشناسی و باید وارد ملکوت خدا بشی، فروتنی باید بیاموزی، بین مردم فروتن باشی، مثل بچه ها ساده دل باشی که بتونی از گناهان خودت، وقتی ساده باشی فروتن باشی، گناهایی که در این دنیاست نمی کنی، دزدی، دروغگویی، خشم گرفتن، زناکاری، غلطاگری، زیر پای کسی رو خالی کردن، مقام پرستیه. میگه تا خداوند عیسی مسیح میگه تا از اینا دست نکشید وارد ملکوت خدا نمیشوید. پس هر که خود را مانند این بچه کوچک و فروتن سازد، در ملکوت خداوند بزرگتر خواهد بود. میگه هر کس فروتن باشه، ساده باشه، با انسان ها با محبت باشه، کمک بکنه به انسان ها، در فکرش این نباشه که همیشه بتونه زرنگی بکنه یا نمیتونم خودشو همیشه ببره بالاتر، یا بگه مثلا یه جا کار میکنه بگه یه کاری بکنم که من از همه بیشتر دوست داشته باشم، من مثلا سرگل این مجلس بشم. نه، میگه یه بچه ببین چجوری ساده است، با چی سادگی میاد پیشت. مثلا میگه راستگویی از بچه ها یاد بگیرین. چرا؟ وقتی تلفن میزنه میگه بابات خونه است، میگه آره، ولی بابا اونجا میگه نه بگو من نیستم. دروغ داره با اون بچه یاد میده، تو بگی همینجا هستی که، با خاطر همون بچه ها همش حرف راست میزنن. میگه هر که به خاطر من، یعنی به خاطر عیسی مسیح، خدمتی به این بچه ها بکند، در واقع به من خدمت کرده است. میگه دست این بچه های یتیمی که الان محتاجن و ما میبینیم، باید دست این بچه ها رو بگیریم. میگه خداوند میگه که شما وقتی دست این بچه ها رو بگیریم، کمک بکنیم به اینا، اینی که به من خدمت داریم میکنین، اینقدر اجرشون بالاتره، یعنی اینقدر عزیز برای خداوند. بچه هایی که بی سرپناهن، چقدر الان ما میبینیم در ایران بچه های بی سرپناه، بچه های 7-8 ساله که باید برن بچگیشونو بکنن، باید بازی بکنن، درس بخونن، میرن توی کرای آجر درست کنی، نمیدونم گل فروشی، دست فروشی، ماشین پاک بکنن. چقدر اینا رو ما تو خیابونا میبینیم. خداوند میگه شما وقتی به اینا کمک بکنی، این خیال به من کمک داریم میکنین، چون همه ای ما فرزندان خداوندیم و برای خداوند عزیزیم، همه ای ما. از اون خامنه ای که جنایت داره میکنه، ببین خداوند میگه همه شما را آفریدم که فروتن باشین، پیش من عزیزین. در موقعی که فروتن باشین، موقعی که دست انسان دیگر بگیرین، کمک بکنین به اون، نه مثل خامنه ای جنایتکار باشه، پیش خدا از چشم خدا میفته.
خداوند اون انسان رو دوست داره، ولی افکار اونو دوست نداره، اعمال اونو دوست نداره، اعمالی که شیطانی باشه، اعمالی که بر علیه مردم دنیا باشه، خداوند اینو دوست نداره. ولی میگه شما همه فرزندان منین. اینی که یه پدر مادر 5 تا 6 تا بچه داشته باشه، 2 تا ناخلف در بیاد، مثل خامنه ای، مثل سلامی، ناخلف در بیاد، بالاخره بچه چه دیگه از افکارش خوشش نمیاد، بهش این نصیحت میکنه بچه این کار نکن، این کار نکن، اینا خوب نیست، اینا تو که بر علیه مردم میکنی، این چیزها خوب نیست، من بهت رای درست دارم یا نشون میدم. پیش من عزیزی، موقعی که پیش به مردم کمک بکنی، با مردم باشی، به مردم عشق بورزی، فروتن باشی، نه مثل خامنه ای اونجا بشینی جنایتکار بشی، غرور بیش از حد، غرور از شیطانه. معلومه که تمام افکار سلول این مرد شیطانیه که در غرور بیش از حد خود نشسته، به حکم مرگ همه کسی میده بدون که هیچ احساس بکنه. ولی اگر کسی باعث شود یکی از این بچه های کوچه که به من ایمان دارن ایمان خود را از دست بدهد، بهتر از آن شخص سنگ آسیابی به گردن خود بیاندازد و خود را به قهر دریا بیاندازد. چرا میگه یه بچه وقتی ایمان میاره، یه نوجوان وقتی ایمان میاره به خدا و کار درست میکنه و در زندگی و در اجتماع طوری نشون میده که یک انسان کامل و برخوردش خوبه به کمک کننده مردمه، شما میگه این اگه انحراف بدین، از خدا دور بکنین، بهتره که سنگ آسیاب به گردن بیندازی، خودت بیندازی تو دریا بکشی، بهتر از اینکه اونو از خداوند دور بکنی. چون چقدر این طالبان و این داعش و نمیدونم القاعده و این تمام گروه های تروریستی دارن این بچه ها رو تعلیم میدن، تفنگ تو دستشون میدن که برن مردم رو بکشن. خداوند اینه داره میگه، توی که به اون بچه یاد میدی که برو ترور بکن، به اون بچه یاد میدی بمب بذار به خودت برو مردم بکش، میگه بهتره که خودتو بکشی زودتر، هرچی زودتر خودتو بکشی، بهتر از اینه که اون بچه را از خدا دور بکنی تا بتونی که اون بچه بره تمام دنیا، هم دنیا از اون نفرت داشته باشه، نب زندگیش هم نابود بکنی و ایده بسیاری هم نابود بکنی. به توی که میگه که مقام، میگی من مقامم بزرگتره پیش خداوند یا مقامم پیش یه نفر بیشتره، به تو داره میگه. ولی هر چی که داریم میگیم و میشنون این رهبران ایران، اینگار نه اینگار حرف خودشونی میزنن، همه مصرف داخلی داره، تمام حرفایی که میزنه مصرف داخلی داره، یک شایی برای بیرون از بیرون بدر نمیخوره. اون مرده یه دونه دیگه فرمانده رو تو اون مشخصم وقتی مرده بود زده بودم، اون مرده باش داشتم مصاحبه میکردم، گفت بله حالا که مشخصم رو کشتین شما، ما تمام آمریکایی از تمام آمریکایی‌ها انتقام می‌گیریم. رای مشخاصم چی بود؟ ترور، وحشت، کشتار و به هم زدن خانواده‌ها در کشورهای همسایه و در کشور ایران. این راه رو ما می‌خوایم بریم؟ این را درس زندگی است برای ما؟ ترور و وحشت و کشتار و نابودی یا محبت و فروتنی و عشق؟ کدوم یکی بهتر کار میکنه؟ معلومه که محبت و عشق، فروتنی بهتر کار میکنه. وقتی با مردم فروتن میشیم، وقتی با مردم عشق میبرزیم، دیگه اینقدر جنایت در ایران نمیشه، این همه خیانت نمیشه در ایران. چقدر این زن مرد با هم خیانت میکنن، تو روزنامه رو
اینجا وقتی مجله جوانان یا نمیدونم اوک تهران میاد، وقتی اینا رو نگاه میکنی از اینا میخونی، همه سناریوش یکیه. اون بهش خیانت کرده، زن به مرد خیانت کرده، مرد به زن خیانت کرده، پسر به پدر خیانت کرده، دختر به مادر خیانت کرده، مادر به دختر خیانت کرده. همش همینه. سرچشمش از چی؟ از کجاست؟ از این همین دین قضایی که همه چی رو زنا رو برات قانونی کرده، دروغ گفتن قانونی کرده. از وقتی مکتبی که از شیطان باشه، از کلام خدا نباشه، ما رو به راهای بیراهه میبره، به راهی کج ما رو میبره. وسط وجود نداره عزیزان، هزار بار من گفتم. چون شما بخواین یه پاتون اینجا بذارین یه پاتون اونجا بذارین، جیر میخورین. وسطی وجود نداره اینجا. بگه وسط این طرف بایستم که هر دو طرف، نه نمیشه. نمیتونم هم خدا رو خدمت بکنم هم شیطان رو خدمت بکنم. نمیتونم هم بگم ایرانی هستم ولی به ایران خیانت بکنم. میگه وای به حال این دنیا که باعث میشود مردم ایمانشان را از دست بدن. وای به حال این دنیا، این دنیا، این زمین که مردم این زمین باعث میشن که مردم ایمانشون از دست بدن، که ایمان، که مکتبای عیسی مسیح هزار بار گفته در این چیز، پیغمبران دروغی میان ایده بسیاری رو به رای انحراف میبرن، گول میزنن و از جاده اصلی خارج میکنن اینا رو. کار شیطان اینه که زرق برق این دنیا رو به این نشون بده. مثلا یه نفر 10 میلیون پول داره، تو مثلا براش کار میکنی، میگی که این میلیونر 10 میلیون پول داره که بیزم حالا مثلا 100 هزار دلار هم بزنم، 10 هزار دلار ازش بزنم، چیزی جایی تکم نمیخوره که. نه، اون پول مال اونه. شما بعضی موقع نمیبینی خبرها رو، میبینی مثلا یه رفتگر یه چمدون پول پیدا کرد رفت بعد داد به پلیس. اینجا هم همینجوری چیز شد، یه پسره پول پیدا کرد بودن 1 میلیون دلار بود فکر کنم، از چیز افتاده بود، از این ماشینایی که پول حمل و نقل میکنن این بار میبرن برای بانک ها یا برای جای دیگه. یه مکزیکی پیدا کرده بود برد به، هیچی هم نداشت، میتونست اون پول رو برداره برای خودش زندگی خوب بکنه با مثلا، ولی اینقدر وجدان داشت برد پیش پلیس داد 20 هزار دلار از اون پول بهش جایزه دادن، سیتیزنش هم کردن اینجا، چون میدونن این آدم انسانه، این آدمی نیست که بیاد اینجا ضربه بزنه به کشور خودش، بلکه این خدمتکار این کشور میشه و زندگیش 10 نفر دیگر هم زندگیش نگاه میکنن ازش درس میگیرن. اینجوری باید آدم رفتار بکنه. تا حالا رای خطا میرفتیم، اوکی مسئله ای نیست، همه ای ما خطاکاریم. خداوند گفت که همه ای ما خطاکاریم. تا حالا داشتیم رای خطا میرفتیم، ولی از این به بعد رای ما رو درست بکنیم، بیایم خودمون رو درست بکنیم. ما ایرانی ها تا نخواهیم خودمون رو درست بکنیم، یا اگه هر حکومتی دیگر هم بیاد ما همونیم، هیچ فرقی نکرده، فقط یه حکومت عوض شده. ما باید اینجا رو عوض بکنیم، ما افکارهای ما باید عوض بشه، تجدید افکار باید بکنیم. یک بارم در زندگی ما شده باید تجدید افکار بکنیم. اینقدر دشمن خودمونو، دشمن ایران و دشمن ملت ایران نباشیم. همه ما، از خودم دارم میگم تا همه، دید ما باید وسیع‌تر از اون باشه که ما همدیگر رو نگاه میکنیم یا با همدیگر داریم زندگی میکنیم. دید ما رو وسیع بکنیم. بیزه مثلا یه همسایه من داریم میره بالا، افتخاری باشه برای من.
بیزار اونم با من کمک بکنه منم برم بالا، بیزار همدیگه رو کمک بکنیم همدیگه با هم بریم بالا. چرا نه؟ تا کی باید خشم و کینه رو تو قلبم بیزارم، از همه نفرت داشته باشم؟ تا کی این نفرت به دیگران خودم رو اذیت میکنه؟ باور بکن دل خودم چرکی میشه، درون خودم چرکی میشه. باور بکنید. میگه وای به حال این دنیا که باعث میشود مردم ایمانشان را از دست بدن. البته وسوسه همیشه وجود دارد، ولی وای به حال کسی که مردم را وسوسه کند. مثلا من در سر کاری هستم، مثلا میگم من دارم دزدی میکنم، یه نفری که دزدی نمیکنه اونم میگم به خاطری که با من همراه بشه، میگم بابا این همه پول داره که بذار یه ذره پولشو بزنیم. یا وسوسه بکنم بریم امشب بابا زناکاری، بابا یک بار که هزار بار نمیشه که، الان دختره با اون خوشگلیه بریم دیگه امشب هم یک حالی بکنیم. یه نفر دیگر هم وسوسه بکنم بیارم تو، خودم که دارم جنایت میکنم، خودم که دارم زنا میکنم، خودم که دارم دزدی میکنم، یه نفر دیگر هم برای خودم بیارم. میگه وای به حال آن کسی که دیگران را وسوسه کند. پس اگر دست یا پای تو را به گناه بکشد، بیاین تا کجا مثال میزنه عیسی مسیح. میگه اگر دست پای تو را به گناه میکشه، بهتر از آن است، بهتر از میگه به گناه بکشه قدش کنی، بهتر از دور بین، میگه دست پاتو قد بکنی دور بیندازی، بهتر از اینکه با یک دست مثلا یه دست تو قد بکنی، بهتر از اینکه با تمام دست بری ولی بری تو جهنم. ولی یه دست تو قد بکنی میتونی مثلا این گناه رو قد بکنی، میتونی بیای تو بهشت. مثال داره میزنه، میگه اگه چشمت تو رو به گناه میکشونه، یه چشمشو در بیاری به بهش بری، بهتر از اینکه با دوتا چشم بری جهنم. اینا همه مثاله، نمیگه که چشمتو بیرون بیار دستتو ببر. داره تا این حد، تا آخرین حد دیگه برات مثال داره میزنه، تا قطع شدن دست و پات یا چشمت. میگه باعث نشو که یه نفر دیگر که رای درست میره اونم به رای خطا بره. دولت مردان ایران اینقدر تبلیغات دروغ در این جمهوری اسلامی میگن، میخوان مردم همه رو به این عراف بکشونن، میخوان مردم همه دوز باشن، میخوان مردم همه به هم نارو بزنن، همه با هم دیگر خشم بگیرن، همه از هم دیگر نفرت داشته باشن. کار این دولت ایران همینه، تفرقه بنداز، حکومت کن. میخوان آب گلالود بکنن ازش ماهی بگیرن. بازم گفتم آب گلالود بکنن، یاد دریای خزر افتادم، چون خودم شمالی ازدم یاد دریای خزر افتادم. یا خلیج فارس، چقدر این خلیج فارس و تمام این سرمایه های زیرزمینی دادن تو چاینیزا بیان ببرن همه رو. یا خلیج، یا مثلا دریای کاسپین خزر رو دادن، ما که 50% داشتیم الکی 11% شدیم، الان نقشه اونجا رو میبینی دیدی یه ذره آبیه؟ اون موقعی که 50% آبی بود بالای نقشه گربه، الان یه ذره پایینش آبیه. اینا مردم، ما میگیم البته همه نمیگن، بعضی ها که این فکر دارن اگه اینا برن نمیدونم تو مردم میندازن دیگه، یا توی سایداشون میمیزن. اینا برن دایش میشه اونجا، نمیدونم مردم میان همه اونجا تیکه پاره میشه ایران. ملت باور بکنین، تا موقعی که این دولت جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، ایران ما نابود میشه، ایران تیکه پاره میشه، و دایشتر از اینا این حکومت داعشی وجود نداره. اینا از داعش هم بدترن، اینا 41 سال داعشن که. چقدر دیگه باید مردم بکشن شما بگین داعش؟ اینا خود داعشتر از داعشن که، هر روز دارن میکشن.
میگه وای به حال کسی که مردم را وسوسه کند، پس اگر دست یا پای تو تو را به گناه بکشاند غتش کن و دور بینداز. بهتر از بدون دست پا وارد بهش شوی تا اینکه با دست و پا به جهنم بروی، و اگر چشمت باعث می شود گناه کنی آن را از حدقه درآر و دور بینداز. بهتر است با یک چشم وارد بهش شوی تا اینکه با دو چشم وارد جهنم بشی. اینا همه مثال داره میزنه، تو نهایت آخر داره برات میره مثال میزنه. میگی هیچگاه این بچه های کوچک را تغییر نکنید. بچه هایی که میان، چقدر این دولت جمهوری اسلامی این بچه هایی که این همه دیدی زحمت میکشن به مقام میرسن، چی در ریاضیات، چی در نمیدونم فیزیک، چی در ورزش، چقدر اینا رو تغییر میکنه. مثلا بچه این همه زحمت کشید کشتی گیره، با کلی آدما کشتی گرفت تو ایران تا مقام بیاره بره تو المپیک یا بره توی مسابقات جهانی، میره اونجا میگه که مثلا اسرائیلیه تو باش کشتی نگیر. اینجوری تغییر میکنه بچه رو، اینجوری نابود میکنه بچه رو. عیسی مسیح همینه میگه هیچگاه این بچه های کوچک را تغییر نکنید، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارن که همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر میشوند. من آمدم تا گمراهان را نجات بخشم. تمام تعلیمات عیسی مسیح برای گمراه بودن ملت بود. این همه اومد تعلیم داد ولی هیچ کس بهش ایمان نیاوردن. 11 تا 12 تا بهش ایمان آوردن. همون 11 تا 12 تا الان ببین در دنیا 3-4 میلیارد آدم مسیحی هن. نگاه بکنین، پس تعلیمات درستی که مردم میشن میرن مسیح میشن، ولی الان میگن 1 میلیارد مسلمون هن، چه اسمی چه غیر اسمی، ولی همه دارن بیان بیرون. وقتی میخونن قرآنو میفهمن که کلام خدا نیست و میفهمن باید بیاد از این دین بیان بیرون، چون اینجا ارزشی نداره. وقتی دینی که بهت هیچی یاد نمیده، به زناکاری رو قانونی داره میکنه، دزدی رو قانونی میگه، دروغ قانونی میگه بهت، وقتی اینجوری بهت تعلیم میده، رای کج بهت نشون میده، خب مرده وقتی میخونه میفهمه میاد بیرون، چرا باید رای کج بره؟ میگه اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد، مثال میره به چوپان، الان به شبان میزنه، میگه یکی از گله دور بیفتد و گم شود، آن مرد چه میکند؟ میگه 100 تا گوسفند داره، 1 دونش رفته از گله دور شده، میگه اون مرد چیکار میکنه؟ میگه آیا آن 99 گوسفند دیگر را در صحرا رها نمیکند کتاب دنبال گوسفند گم شده برود؟ میگه میدونه این 99 تا اونجا میمونن، اون یکی رفته گم شده، میره دنبال اون یکی رو پیدا بکنه بیاره اون 99. به چی میگه؟ میگه بله اون میرود، وقتی آن را پیدا کرد برای آن 1 گوسفند بیشتر شاد میشود تا برای آن 99 گوسفند که جانش در خطر نبودن. وقتی میگه مردمی که به عیسی مسیح ایمان دارن، عیسی مسیح میره اون گمراهی که از ایماندارا دور افتاده، ما باید دل ما اینجوری باشه، باید به اون محبت بکنیم، اونو دوباره بیاریم اینجا، چون اون گم شده. عیسی مسیح میگه من برای اون گم شده ها و مریضان اومدم، اونایی که به خدا ایمان دارن، میگه خود ایمان دارن، من خیالم جمعه که اینجا امنه برای اون 99 تا گوسفند، میرم دنبال اون یکی که گم شده، اونو پیدا بکنم بیارم. ما هم امروز همین عزیزان تو ایران هستیم، ما هم باید همدیگه رو نگه داریم، همدیگه رو برسیم، از ایتر ایمان قوی بکنیم، همدیگه رو به خدای واقعی ایمان بیاریم که بتونیم با این خدا را بریم و آرامش داشته باشیم، نه با فالو
نمیدونم فال قوه و فال نمیدونم حافظ و فال فلان چیز و چیزایی که شیطانی نمه ما رو گمراه میکنه. میگه به همین ترتیب خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از کودکان از دست برود و هلاک شود. خداوند میگه من حاضر نیستم یکی از این انسانهایی که در این دنیا آفریدم گمراه بشن، میخوام همه به رای من بیان چون من همه رو دوست دارم. امکان داره با افکارشون بد باشم ولی همه رو دوست دارم. خداوند همه ما رو فرزندان خود میخواند ولی ما گمراه میشیم، ما بازیچه دست یک گده آدمایی میشیم که خودشون گمراهن. حکومت ایران هم همینه، چون خودش گمراست، خودش نابود کننده است، خودش تجاوزگره، خودش دزده، میخواد ملت ایران هم با خودش همدست بکنه. ولی ملت ایران اینو فهمیدن دیگه، گول این رژیم نمیخورن که با این همدست بشن. من نمیدونم نمایش های فرمایشی بذارن برای خودشون، یا نمیدونم فردا میخوان رای بگیرن بیان دوباره سیابازی در بیارن، بگن آقا مردم بیاین رای بدیم فلان، این بده این بدتره، اون بده اون بدتره. اینا دیگه نیست، اینا دیگه این بازی ها تموم شد، مردم دیگه اینا رو شناختن، مردم دیگه گول اینا رو نمیخورن. ما مردم باعث امروز واقعا اتحاد بخرج بدیم. و اتحاد بخرج دادن اینجوری نیست من بگم همینجوری بیام آقا اتحاد، نه، تا همدیگه رو دوست نداشته باشیم، تا به همدیگه احترام نذاریم، تا به همدیگه کمک نکنیم، اتحادی به وجود نمیاد. من بایستی با همسایه خودم اتحاد داشته باشم تا تمام اون محله رو زیر تسلط اون مردم باشه، اون محله باشه و شهر، استان، کشور همه باید اینجوری باشه. باید دست به دست هم و دوست و دست به دست شدن همدیگر، اتحاد همدیگر، دوست داشتن همدیگره، احترام گذاشتن به همدیگره، یه ذره بیاییم فروتن باشیم نسبت به همدیگر، تا بخوایم واقعا در این دنیایی که پر از شریر، آشفتگی، ناملایمات بیش از حده، همدیگر رو حفظ بکنیم و در این صورت میتونیم همدیگر رو حفظ بکنیم. واقعا امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح، پادشاهی خداوند عیسی مسیح در ایران باشه، فیض خداوند در ایران باشه و ملت ایران زیر پوشش خون عیسی مسیح باشن. و میخوام که امروز از خداوند پدر در نام عیسی مسیح میطلبم که ایران و ایرانی رو در زیر پوشش خون عیسی مسیح حفظ بکنه و خداوند ایران رو نجات بده، هر چی زودتر شر این شریران را بکند و ملت ایران آزاد بشه. همه ما مسیحا باید اینجوری دعا بکنیم، هر روز دعای ما باید همین باشه برای ایران ما، تا بتونیم از این آشفتگی، از این گرفتاری زندگی بیایم بیرون. به امروز شمایی که میخوایم به عیسی مسیح ایمان بیارین، این دعا رو همیشه بکنیم، بگین عیسی مسیح من گناهکارم و میدونم که گناهکارم، از تو میطلبم خداوندا، میدونم که روی صلیب رفتی، خونتو ریختی برای گناهان من، مردی، بعد از 3 روز زنده شدی و باز روی خداوند قیام کردی بعد از 3 روز. خداوندا میخوام که امروز گناهای منو ببخشی، به قلبم وارد شو، پادشاه زندگیم باش، تا حقیقتا زندگی آنطوری که خواستی اراده توست به آرامش دهنده من خداوندا به پیش بره. عزیزان دوستتون داریم، شما رو به خدا میسپرم، تا هفته دیگر بدرود، تا درود دیگر، مرسی که به ما گوش دادین عزیزان.